حزب راستگرای افراطی آزادی اتریش با سابقه مرتبط با نازیها و مواضع ضد اسلامی در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی تاریخی دست یافت این حزب با شعارهای تند ضد مهاجران و مسلمانان توانسته راه خود را برای تشکیل دولت آینده هموار کند و نگرانی هایی را درباره افزایش نفوذ افرادگرایی در اروپا برانگیزد به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در انتخابات اخیر اتریش حزب راستگرای افراتی حزب آزادی اتریش اف پی او به رهبری هربرت کیکل به یک پیروزی تاریخی دست یافت و به احتمال زیاد دولت آینده را با تشکیل ائتلاف رهبری خواهد کرد. این حزب با سابقه مرتبط با نازی ها و مواضع شدید ضد مهاجرت و ضد اسلامی توانسته است بخش قابل توجهی از آرا را به خود اختصاص دهد حزب آزادی که در سال 1956 توسط آنتون لینتالر یک افسر سابق نازی تأسیس شد همچنان ارتباط نزدیکی با گذشته نازی خود دارد این حزب در دوره های مختلف توانسته با استفاده از شعارهای ضد مهاجران و به ویژه ضد مسلمانان محبوبیت خود را در بین بخشهایی از جامعه اتریش افزایش دهد برنامه انتخاباتی اتریش دژ که توسط این حزب پیشنهاد شده تلاش دارد تا به طور کامل حق پناهندگی را از بین ببرد که این امر مخالف قوانین اتحادیه اروپا است مواضع ضد اسلامی حزب آزادی به ویژه در سالهای اخیر بسیار برجسته بوده است این حزب با بهرهگیری از احساسات ضد اسلامی در جامعه اتریش توانسته حمایت بخشهای بزرگی از رأی دهندگان را به خود اختصاص دهد شعارهایی مانند محدود کردن حقوق مسلمانان و ممنوعیت نقاب کامل بخشی از اقدامات این حزب بوده پیروزی حزب آزادی در اتریش نگرانی هایی را در مورد تکرار نجات پرستی و افراطگرایی در اروپا به وجود آورده و نشان دهنده افزایش قدرت احزاب راستگرای افراطی در سراسر سر این قاره است این پیروزی پس از موفقیت احزاب مشابه در کشورهای دیگری چون هلند، فرانسه و آلمان به دست آمده است. آقای حمید نیکو پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن آلمان پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای نیکو سلام. دلیل پیروزی راست افراطی که تمایلات ضد مهاجرتی و ضد اسلامی دارد در بسیاری از کشورهای اروپایی چیست و ریشه در چه عواملی دارد؟ درود شما، وقت شما بخیر. از شما که در مسئله انتخابات در کشورهای اروپایی به ویژه در آلمان، اتریش، فرانسه و حتی ایتالیا ما شاهد این هستیم که احزاب افراطی راستگرا با محبوبیت بی روبرو شدن علتش علت هم عمدتا به دلیل هرج و مرج ناشی از حجوم گسترده مهاجران و پناهجویان غیرقانونی به اتحادیه اروپا هستش که بسیاری از شهروندان این اتحادیه و این کشورهایی که ذکر شد اعتراض دارن نسبت به این رویه و تمایل دارن که احزابی سر کار بیان که مقابله بکنن با در واقع این روند و در این میان به طور خاص ما می‌بینیم که به طور اتوماتیک شرایط به سمت مقابله با یک نوع اندیشه اندیشه یا مذهب پیش میره به طوری که ما شاهد در مخالفت بسیاری از این احساب با در واقع مسلمانان هستیم و به نوعی اسلام ستیزی هم در این میان مورد توجه هستش که باعث شده که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و گروه های حامی مهاجران و پناهجویان این روند در ناخشنود باشند حالا ممنونم با تشکر از حمید نیکو پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کل آلمان که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند